12 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به وزارت دادگستری دولت بایدن اعتراض کردند به اونچه که اونها معطل کردن مقامات آرژانتینی در مورد سوالاشون درباره خدمه ایرانی پرواز 747 هست که یک ماه پیش در بوئنوس آیرس متوقف شده. میدونیم داستان بر این قرار بود که این هواپیما در ماه جون در فرودگاه بوئنوس آیرس توسط مقامات متوقف شد. زن اون میرفت که خدمه پرواز با سپاه قدس یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط باشن و همکاری بکنن. به نظر میاد که آرژانتینی ها همین رو از وزارت دادگستری دولت بایدن سوال کردن و بر طبق مفادی که در این نامه هست هنوز وزارت دادگستری بایدن به اونها جواب نداده و اونها رو معطل کرده. سناتورهای جمهوری خواهی که این نامه رو امضا کردند میگویند که دلیل معطل شدن آرژانتینی ها این است که دولت بایدن در حین مذاکرات اتمی است و نمیخواد ایرانی ها رو برنجونه، بنابراین اطلاعات رو فعلا با آرژانتینی ها به اشتراک نگذاشته. در حاشیه جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا روز چهارشنبه صحبت کوتاهی داشتم با سناتور باب منندز رئیس این کمیته که از رهبران ارشد حزب دموکرات هم به حساب میاد، و سناتور منندز در این باره به من چنین گفت: من از جزئیات این نامه اطلاع دقیقی ندارم، اما واضحه که هر کشور دوست و متحدی در هر جای دنیا برای مقابله با نیروی قدس سپاه از ما کمک بخواد نباید دریغ کنیم. روز چهارشنبه همچنین من با 5 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری خواه عضو کمیته روابط خارجی صحبت کردم. هیچ کدومشون از این نامه اطلاع نداشتند و هیچ بعضیاشون هم حتی در مورد کیس خود پرونده هم اطلاعات خاصی نداشتند، که خودش نشان دهنده اولویت کمیته روابط خارجی است که ایران به نظر میاد جزء اون اولویت ها فعلا نیست. آرش علایی، مقابل ساختمان کنگره آمریکا.